سلام دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدوار هستم خوب باشید. بابت گذاشتن و تهیه این ویدیو ما از شما معذرت میخوایم، به دلیلی که در طول مدتی که ما و شما با هم آشنا هستیم، بیشتر از یک دهه، یک و نیم دهه، هیچگاه تصمیم به این نداشتم که خدای نکرده با کسی روبرو راجع به یک موضوع شخصی اینگونه صحبت کنم. اما فکر میکنم که بعضی از دوستان ما، بعضی از کسانی که حداقل خودشان در پیامش ویدیویشان مرا دوست خطاب میکنن، از حد خود و از حیطه ادب میگذرن. من به این خاطر ویدیو رو گذاشتم. جناب هوتک، من چند وقت پیش یک ویدیو گذاشتم در یک گفتگوی خیلی دوستانه با دوستان خودم، با نظرات شخصی خود در مورد علایق خود گفتم. چه ربطی به کسی داره وقتی که من دوست ندارم موسیقی که شما میشنوید را بشنوم؟ چه ربطی داره وقتی که من دوست ندارم فیلمی که شما دوست دارید ببینید را ببینم؟ علاقه من نیستم. چه ربطی داره به ای که از رنگ مورد علاقه شما من لذت نمیبرم، خوشم نمیایه؟ توهین نکردم به کسی، کسی را مستقیم مخاطب قرار ندادم، تنها در مورد علایق خود صحبت کردم. اصولهایی، شاخصهایی در ذهن من مد نظر من است که یک هنرمند هنرمند میسازه، یک ورزشکار را جناب هوتک ورزشکار میسازه و یک نویسنده را نویسنده، هر حال در هر کسی که در هر قالبی است، و اصول اخلاقی است. کدام هنرمند شما نام میگیرید؟ من امیدوار هستم بحث زیاد شخصی نسازید هوتک صاحب، به دلیلی که من یک و نیم ده هست که در کار رسانه و خبرنگاری هستم و به اندازه کافی با همه کسانی که شما علاقه‌مندش هستید آشنا هستم. پس اجازه بدید که هیچ کسی را مستقیم مخاطب قرار ندیم، با خودتان به اندازه کافی آشنا هستم هوتک صاحب. کدام ورزشکار فکر میکنید در افغانستان الگوی شماست؟ میخواهید که ما بگوییم که از لحاظ اخلاقی در کدام درجه است؟ کدام هنرمند منظورتان بود هوتک صاحب؟ من اون روزم گفتم، بازم میگم، به تمام هنرمندای افغانستان احترام دارم، اما علاقه شخصی خود من ایسته که نشنوم. شما به زور نمیتونید به من بگید که موسیقی که من دوست دارم رو شما هم باید دوست داشته باشید. شما از توهین صحبت کردی در ویدیویتان که گویا لشکری توهین کرده به کسی. به کی؟ در کدام قسمت از ویدیو من توهین کردم؟ بازم میگم هوتک صاحب، من علاقه شخصی خود را بیان کردم. شما هم راحت هستید بیان کنید، اما در رابطه با ویدیو من حق نظر دادن ندارید. من صحبت هایی را کردم که دوست داشتم روزی جایی در جایی بیان کنم، با در نظر داشته ادب، و من فکر میکنم در سرتاسر ویدیو هیچ جایی به هیچ کسی بی احترامی و بی ادبی نکردم. شما کاسه دکتر ازاش میشید و ترس میگید که به همکارای رسانه من، با کسانی که یک عمر من کار کردم، یک دهه، بیشتر از یک دهه است که من همکار هستم، همه اونها را به خوبی میشناسم. کدام گرداننده را شما میخواهید از او اعاده حیثیت کنید و از او دفاع کنید؟ با کدامشان آشنا هستید؟ خودتان چقدر با اصول خبرنگاری و گردانندگی آشنا هستید؟ من متاسف هستم در برابر خودت و تک سبی صحبتها را میگم، به دلیلی که همیشه به عنوان یک دوست قبولت داشتم و همیشه به دنبال تشویق کردن خود در قسمت ورزش بودم، در میادین ملی و بین المللی بودم، و امیدوار هستم فراموشم نکرده باشی که چه کسایی در چه موقعهایی از تو حمایت کردن و تو را بگذاریم. من امیدوار هستم کتک زیبی فراموش نکرده باشی و از گذاشتن این ویدیو هم معذرت میخوام. در مورد همکارای من صحبت کرده بودید که لشکری گفته که تکسیوانی شغل شریفی است، پشت سر کسی گپ زدن کار زشتی است، سمساری دکانداری شغل شریفی است در صورتی که عدالت رعایت شود توسط فروشنده، تجارت شغل شریفی است. من به کی توهین کردم؟ به کی گفتم که تو باید بری این شغل یا این کسب زشت و ناپسند رو انجام بدی؟ در رابطه با شغل‌های شریفی صحبت کردم که روزانه مردم امرار معاش میکنن، یک لقمه نان حلال پیدا میکنن، سر به سر خان خود میمانن. گفتم که اگر کسی استعداد گردانندگی نداره، بهتر است بره به کارهای دیگه بپردازه.
مثل که به خودت هم میگم متاسف که اگر شما استعداد مسابقات ام ام ای را ندارید، بهتر است به کارهای دیگه بپردازید، و اگر هم دارید که دارید، اما نیاز نیست که به این اندازه جدی شه. و من مشخصا در مورد ورزشکاران گفتم که من به همه ورزشکاران احترام دارم. هوتکس فراموش نکنید که من 2 سال لیگ برتر فوتبال افغانستان را ساختم، سال اول و سال دوم شروع کردم، 5 سال اشپگیزه را ساختم، صدها برنامه تلویزیونی رو پرزنت کردم، با همه ورزشکاران افغانستان تقریبا میشه گفت آنهایی که میگن منم و شهرت دارن آشنا هستم، اونا هم منو میشناسن. در کار فوق العاده انسان جدی هستم و معلومات کافی و وافی از همه کسانی که در افغانستان به شهرت رسیدن هم دارم. من امیدوار هستم روزی بحث قدر شخصی نسازی که من مجبور شوم لب به گپایی باز کنم که نه شما دوست داشته باشید نه من دوست داشته باشم. امیدوار هستم متأسفانه که حرمت‌ها رو حفظ کنید.